به نام آنکه قلم را آفرید. هر چیزی آغازی دارد، هر نگاهی تبسمی دارد و هر تبسمی سلام. سلامم را تو ام با ادب و احترام تقدیم میکنم به شما دانش آموزان خوبم در پایه دهم. امیدوارم که حالتون حسابی خوب باشه و لحظه های زندگیتون سرشار از لبخند و آرامش باشه. در ادامه تدریس کتاب ریاضی دهم رسیدیم به درس اول از فصل هفتم، یعنی احتمال یا اندازه‌گیری شانس. اما قبل از اینکه من تدریسم رو آغاز بکنم، دوست دارم یک نکته به شما خوبان متذکر بشم که پیش نیاز این درس فصل ششمه، یعنی شما باید ویدیوهای فصل ششم رو خوب دیده باشید، اونا رو تجزیه و تحلیل کرده باشید و مطالب در پسنداز ذهنتون باشه تا بتونید بیایید سراغ این درس و بتونید که این درس رو خوب یاد بگیرید. بنابراین باز تاکید میکنم که ابتدا ویدیوهای فصل ششم رو خوب ببینید و بعد بیایید سراغ ویدیوی درس اول که احتمال و اندازه‌گیری شانس. خب بریم سراغ درس اول. ببینید بچه‌ها، پدیده‌هایی که در پیرامون ما قرار دارن از دو حالت خارج نیستن. خب دسته اول اونایی هستن که قبل از انجام آزمایش، قبل از اینکه اتفاق بیفته، نتیجه اونها برای ما مشخصه، قطعی، محتومه. مثلا چی؟ شما فرض کنید یک سنگ رو بخوایم داخل چاه بیاندازیم. خب ما میدونیم که این سنگ داخل چاه میفته و به ته چاه برخورد میکنه. یا فرض کنید که فردا وقت از خواب بلند میشیم، ما میدونیم که خورشید از مشرق طلوع میکنه و به مغرب مثلا غروب میکنه. پس این پدیده ها نتیجهشون مشخصه. به اینا میگیم پدیده های قطعی یا محتوم. اما یه سری پدیده هستن بچه ها که نتیجهشون قبل از انجام آزمایش مشخص نیست. ما میتونیم حدس بزنیم اما مشخص نیست. مثلا چی؟ مثلا پرتاب سکه. ما اگر یک سکه یا پرتاب بکنیم تا این به زمین برخورد نکنه، ما از نتیجهش با خبر نیستیم، اما میتونیم حدس بزنیم. میگیم ممکنه پشت بیاید یا ممکنه رو بیاید. یا مثلا پرتاب تاز، یا مثلا مسابقه فوتبال. خب در مسابقه فوتبال تا اینکه سوت پایان رو داور نزنه ما از نتیجه با خبر نیستیم، اما قبل از اون به اصطلاح یه سری کره‌خونی های وجود داره، یه سری پیشبینی هایی وجود داره. ما میتونیم پیشبینی بکنیم که مثلا ممکنه تیم آ ببره، تیم B ببره یا به تساوی برسن هر دو تیم. پس این پدیده ها رو میگیم پدیده های تصادفی. پدیده های تصادفی پدیده هایی هستن که نتیجه اونا قبل از انجام آزمایش مشخص نیست، اما ما میتونیم پیش بینی بکنیم حالتهایی که ممکنه رخ بده. خب ما در این درس با این پدیده ها سر کار داریم بچه ها، یعنی همه مبحث ما پیرامون پدیده های تصادفی میچرخه. خب دقت کنید، ببینید در این تصویرم شما دارید این مسابقه فوتبال که خب من مثالش رو برای شما بیان کردم، پرتاب تاس رو بیان کردم و پرتاب سکه. اما چند تا مفهوم شما باید یاد بگیرید تا بریم سراغ قسمت اصلی. فضای نمونه ای چیه؟ ببینید بچه ها، در مورد پدیده‌های تصادفی تو اسلاید قبلی من همین الان گفتم پدیده‌های تصادفی ما نمیتونیم از نتیجه قطعیشون با خبر بشیم، اما میتونیم حالتهایی که ممکن است اتفاق بیفتد رو چکار کنیم؟ پیش بینی بکنیم. پس به تمام حالتهایی که ما پیش بینی میکنیم به اینا میگیم فضای نمونه ای. پس فضای نمونه ای در یک پدیده یا آزمایش تصادفی مجموع شامل تمام حالت ممکن را فضای نمونه ای میگیم که ما پیش بینی میکنیم. با حرف اس نمایش میدن، حرف اس لاتین نمایش میدن، یعنی فضای نمونه ای. خب ببینید بچه ها، خود فضای نمونه یک مجموعه است دیگه، درسته؟ پس به هر زیر مجموعه از این مجموعه از این فضای نمونه ای ما میگیم پیش آمد، که پیش آمد با حروف بزرگ لاتین مثل A, B, C و الی آخر نمایش میدن. پس پیش آمد زیر مجموعی از فضای نمونه ایه. اما برآمد هر عضو از مجموعه فضای نمونه ای ما بهش میگیم چی؟ برآمد. پس این سه تا مفهوم مهم و خوب به ذهنتون بسپارید که در ادامه زیاد ازش استفاده میکنید. خب حالا فضای نمونه گفتیم آقا جان، فضای نمونه حالت هایی که ما پیش بینی میکنیم. خب برای حالا اون به اصطلاح مطالب مهم و معروف و اون رویدادهای مهم ما اینجا بیان میکنیم. مثلا یکی از اونا تاسه. خب نکته اول چی گفته؟ میگه اگر یک تاس را N بار
یا این تا تاسا با هم پرتاب بکنیم. خوب دقت کنید بچه ها، تو هر دو حالت فضای نمونه یکسانه. چه بگیم یک تاسا این بار پرتاب میکنیم، یا چه بگیم این تاسا با هم پرتاب میکنیم. فضای نمونهش میشه چی؟ شش به توان این، شش به توان این. که خب این چیه؟ تعداد تاسا یا پرتاب تاسا است. چرا پایه ششه بچه ها؟ خوب دقت کنید، چون تاس شش بود داره یا شش تا وجه داره، بنابراین پایمون به صورت شش ظاهر میشه، میشه شش به توان n. که اگر پرتاب بشه، مثلا فرض کنید یک بار پرتاب بشه فضای نمونه میشه شش به توان یک، یا دو بار پرتاب بشه میشه شش به توان دو، و اینا آخر. نکته دوم، اگر یک سکه رو m بار یا m سکه رو با هم پرتاب کنیم، بازم فضای نمونه ایشون یکسان میشه. اینجا چی میشه بچه ها؟ میتونید به من بگید؟ آفرین، درود بر شما. NS میشه دو به توان M، یعنی پایه میشه دو. چرا؟ چون سکه دوتا بود بیشتر نداره، یا پشت است یا رو، بنابراین پایه‌ای که اختیار میکنه دو، دو به توان M تعداد پرتاب یا تعداد سکه است. حالا گفته اگر خانواده کا فرزند داشته باشد، فضای نمونه آن برابر است با چی میشه بچه ها؟ با توجه به توضیحاتی که برای نقطه یک و دو بیان کردم، کاملا درسته، حق با شما. NS که دو به توان کا، یعنی پایه دو ظاهر میشه. چرا دو ظاهر میشه بچه ها؟ چون ممکنه فرزند یا پسر باشد یا دختر، یعنی ما دو تا جنسیت بیشتر نداریم، پس پایه میشه دو و کام که تعداد فرزند. گفته اگر یک تاس را n بار و یک سکه را m بار پرتاب کنیم، یعنی با هم پرتاب کنیم، فضای نمونهشون چی میشه؟ میشه ترکیب حالت اول و دوم، این دو تا رو باید در هم ضرب کنیم. خب میشه NS 6 به توان N ضرب در 2 به توان M. اینا یک سری پیش نیاز بود که شما باید خوب یاد میگرفتید که ما بتونیم ادامه تدریس رو برای شما بیان کنیم. خب پرتاب دو تاست. بچه همه ی حواس اینجا باشه، نگاه ها به سمت من معطوف باشه، چند ثانیه خوب به من دقت کنید، چون مطلب مطلب مهمه. تا الان همیشه این قسمت یکی از سوالات کنکور سراسری رو تشکیل داده، یعنی پایه ثابت کنکور سراسری بوده به نام پرتاب دو تاس. من میخوام یکی راه حل به صدا سریع و سرعتی به شما یاد بدم که دیگه نیازی به نوشتن نباشه. فقط همه حواسا خواهش میکنم به اینجا باشه تا این مطلب رو خوب یاد بگیرید. گفته پرتاب دو تاس، اگر دو تاس رو با هم پرتاب بکنیم بچه ها چه اتفاقی میفته؟ فضای نمونه میشه 6 به توان 2 که میشه معادل 36. خب سوالی که مطرح میشه اینه، خوب دقت کنید، رو کدوم قسمت بیشتر میان مانور میدن و سوال رو مطرح میکنن. ببینید بچه ها، تو پرتاب دو تاس بیشتر در مورد مجموع دو عدد، یعنی دو تا عددی که در دو تاس ظاهر میشه، بیشتر رو این مانور میدن. مثلا میگن دو تاس رو پرتاب میکنیم، مجموع عدد رو شده بشه 4، یعنی تاس اول 1 بیاد تاس دوم 3، یا تاس اول 3 بیاد تاس دوم 1، یا هر دو دو بیان، مجموع اینا میشه چقدر؟ 4. خب ما اینجا اومدیم یک جدول برای شما طراحی کردیم. فقط این نکته رو دقت کنید، این جدول مجموع اعدادش از 2 آغاز میشه و به 12 ختم میشه. چرا؟ چون کمترین مقداری که هر دو تا تاس میتونن داشته باشن اینه که هر دو 1 بیان. خب جمع 1 به علاوه 1 میشه چی بچه ها؟ میشه 2. یا بیشترین مقداری که تاس ها میتونن اختیار بکنن بچه ها عدد 6ه، یعنی 6 به اضافه 6 میشه 12. پس این حواستون باشه، از 2 آغاز میشود، اینجا نوشتیم مجموع دو عدد تاس و تعداد حالت ها، و به 12 ختم میشود. من چند تا حالت شو همینجوری براتون تشریح بیان میکنم که مطلب خوب یاد بگیرید، دیگه نیاز به این تشریحات نیست، الگو بهتون میگیم و در حل مسائل از این الگو استفاده میکنم. ببینید بچه ها، وقتی میگیم مجموع دو عدد تاس بشه 2، یعنی چه حالتی؟ یک حالت بیشتر وجود نداره که هر دو تاس بیان 1، میشه 1 و 1. وقتی میگیم 3 باشه، دو تا حالت بیشتر وجود نداره، تاس اول بیاد 1، تاس دوم بیاد 2. خب 1 به علاوه 2 میشه 3، یا تاس اول 2 بیاد تاس دوم 1 بیاد که بازم میشه 3. مثلا 6 بیاد، گفته 6 بیاد، 5 حالت وجود داره، تاس اول 1، تاس دوم 5، یا بالعکسش. شما سعی کنید بالعکسش هم سریع بگید که از قلم نیفته، یعنی تاس اول 5، تاس دوم 1، این دو حالت. 3 و 3 بیان هر دو، این سه حالت، تاس اول 2، تاس دوم 4، یا بالعکس تاس اول 4، تاس دوم
طغیان که میشه پنج-چهار. خب ما به این نوشتارها و تشریح کار نداریم چون طولانیه. این الگو رو خوب یاد بگیرید بچه‌ها. عدد 7 عدد طلایی و مهمیه تو این جدول، یعنی ما مرزمون تقسیم بندی بر اساس این عدد 7. ببینید بچه‌ها، از خود عدد 7 یعنی خودش هم محاسب میشه به پایین، یعنی 2 3 4 5 6 تا 7 اینجا نوشتیم، اینها کوچکتر مساوی 7. یه دونه از اون مجموعه کم کنید تعداد حالت‌ها رو به شما میده، میگه n من های 1. یعنی چی؟ یعنی میگیم که مجموع دو تا تاس بشه 5. خب شما یه دونه از 5 کم کنیم میشه چقدر؟ 4 تا حالت. یا اگه 6 باشه یه دونه کم کنیم میشه 5، 7 باشه یه دونه کم کنیم میشه 6، 2 یه دونه کم کنیم میشه 1. پس n های کوچکتر مساوی 7، خود 7 هم از اون یه دونه کم کنیم میشه 6. اینو خوب به ذهنتون بسپارید. این جدول باید تصویرسازی بشه تو پسنداز ذهن شما تا به سوال پرتاب دو تاس و مجموع اعداد روش شده برخورد کردید، این جدول اتوماتیک بیاد تو ذهنتون و شما بتونید ازش استفاده کنید. خب برای n های بزرگتر از 7، یعنی از 8، 9 تا 12 الگوش اینه، میگیم 13 منهای n، 13 منهای مجموع، مثلا 8 13 منهای 8 میشه چقدر؟ 5. 13 منهای 9 میشه چقدر؟ 4. 13 منهای 10 میشه 3 و الی آخر. پس این جدول و این الگو تو ذهنتون باشه و ببینید که چقدر کاربردیه. خب بچه، نقطه بعدی ما در مورد احتمال میخوایم صحبت بکنیم. خب پیش آمد رو گفتیم، فضای نمونه ای هم گفتیم. ما اگر پیش آمد بر فضای نمونه ای تقسیم بکنیم، احتمال یک موضوع به ما میده. شما با احتمال از سال هفتم آشنا شدید. سال هفتم میگفتیم چی؟ به این سبب به صورت توصیفی شما یاد میگرفتیم، میگفتیم تعداد حالات مطلوب، یعنی اون چیزی که سوال از اون میخواد، به کل حالتهای موجود، حالتهایی که در سوال موجوده. گفته اگر آ یک پیش آمد از فضای نمونه ای اس باشد، احتمال وقوع پیش آمده آ را با پی آ نشان میده. پس وقتی ما احتمال بخواییم میگیم پی آ مساوی ان آ به ان اس. این ان هم از نامبر اومده، یعنی تعداد، یعنی تعداد پیش آمده آ به تعداد فضای نمونه ای که این احتمال رو به ما میده. خب چند تا نکته اینجا باید بدونید بچه ها. برید بچه ها، ما میدونیم که احتمال همیشه، احتمال یک پیش آمد همیشه عددی بین 0 و 1، یعنی از 1 بزرگتر نمیشه، از 0 هم کمتر نمیشه. اگر تو سوالا وقتی احتمال رو دارید محاسبه میکنید، عدد بزرگتر از 1 یا کوچکتر از 0 پیدا کردید، مطمئن باشید که محاسباتتون اشتباهه. پس همیشه خوب دقت کنید که احتمال عددی بین 0 و 1، خود 0 و خود 1 میتونه باشه. اینجا تساوی گرفت که در ادامه بهتون میگم اینا اسمدار میشن که توضیح میدم واسهتون. خب اثباتش رو دقت کنید، چرا پی آ بین 0 و 1 میشه. آقا جان، ما فرض کردیم آ یه پیش آمد باشه و اس فضای نمونه ای. مگه من در ابتدای تدریسم به شما خوبان نگفتم که پیش آمد زیر مجموعه از فضای نمونه ایه؟ پس ما بگیم آ پیش آمد آن زیر مجموعه از فضای نمونه ای اسه. خب حالا تعداد عضوهای ان آن پس از ان اس کوچیکتر میشن، از طرفی بزرگتر مساوی 0 میشن، چون ما تعداد منفی نداریم. مثلا میگیم در کلاس دهم چند نفر دانش آموز قرار دارند یا وجود دارند، شما نمیتونید بگید منفی 4 دانش آموز، یا میگیم هیچی، یا میگیم مثلا یکی دوتا، پس بزرگتر مساوی 0. خب همه رو برای ان اس تقسیم میکنیم. خب برای ان اس تقسیم بکنیم، چون خود ان اس هم یه مقدار مثبتی، جهت نامساوی عوض نمیشه چون تعداد. خب همه رو برای ان اس تقسیم بکنیم بچه‌ها، 0 به ان اس میشه 0، ان آ به ان اس در اسلاید قبل گفتیم ان آ به ان اس میشه پی آ، ان اس به ان اس مقدارش یکسانه که میشه 1. پس اثبات شد که احتمال همیشه بین 0 و 1 که نکته خیلی مهمه. خب من همین چند دقیقه قبل بهتون گفتم که خود 0 و 1 رو شامل میشه که اسم دارن، توضیح میدم. تو نکته دوم میخوام توضیح بدم چه زمانی احتمال میشه 0 پی توهی، یعنی چی؟ احتمال نشدنی، که حالا مثالش جلوتر میبینید. پس وقتی پی توهی بشه 0، احتمال یک مقدار بشه 0، این میشه چی؟ احتمال میشه نشدنی. اما وقتی بشه 1 یا پی اس مساوی 1 باشه، میشه احتمال قطعی یا احتمال حتمی. مثال رو ببینید بچه ها، یک تاس را پرتاب میکنیم، مطلوب از احتمال آنکه الف عدد رو شده زوج باشد. خب یک تاس رو داریم پرتاب میکنیم، ما احتمال رو میخواییم به دست بیاریم. احتمال چی بود بچه ها؟ پی آ مساوی ان آ به ان اس، یعنی ما فضای نمونه یا میخواییم تعداد اعضاشون و تعداد پیش آمده را میخواییم. پس میگیم چی؟ اول فضای نمونه تعداد اعضا، چون یک تاسه فضای نمونه شو میشه 6 تا، میشه 1 2 3 4 تا 6.
پیش آمد گفته اعداد رو شده زوج باشد. پیش آمد بچه ها خوب دقت کنید، زیر مجموعه از فضای نمونه بود. یعنی همیشه پیش آمد ها رو باید از دل فضای نمونه انتخاب کنید. خب چه اعدادی در فضای نمونه زوجن؟ دو، چهار، شش، دو، چهار، شش. پس احتمال میشه NA به NS. NA مو سه عضوی بود، NS مو شش عضوی، سه شیشون که میشه معادله یک دو. اعداد رو شده مثلت سه باشد و اون پرتاب یک تاست، پس NS مو میشه شش تا. از دل NS مضارب سه رو انتخاب کنید که فقط سه و شش میشه، فقط سه و شش. خب پس پی بی میشه NB به NS. NS رو که خب تغییر نکرده، همون شش حالته، اینجا هم دو حالت که میشه معادله یک سوم. اعداد رو شده اول باشد، بازم از دل فضای نمونه ای پرتاب یک تا آسیه، یک دو سه تا شش. از یک تا شش اعداد اول انتخاب کنیم، میشه دو سه پنج. پس پی سی میشه NC به NS. NS رو که تغییر نمی کنه، همون شش تاست بچه ها، اما پی سی اون سه حالت، سه ششم که میشه معادله یک دو. اعداد رو شده کمتر از هفت باشد، خب دقیقا میشه همون فضای نمونه، یعنی یک دو سه چهار پنج شش. اینجا پیش آمد با فضای نمونه یکی، وقتی دو تا مقدار یک سان رو بر هم تقسیم کنیم میشه یک. خب به این چی میگفتیم؟ وقتی پیش آمد احتمال میشد یک، بچه ها چی میگفتیم بهش؟ آفرین، میگفتیم پیش آمد حتمی یا قطعیه. اعداد رو شده بزرگتر از شش باشد، خب بزرگتر از شش باشد دیگه ما هیچ عضوی نداریم، چون تاس بزرگتر از شش وجود نداره تو فضای نمونه ایش، بنابراین میشه تویی. پس پی تویی هم میشه صفر که بهش میگفتیم پیش آمده نشدنی یا غیر ممکن. پس این دوتا حالت پیش آمده حتمی و نشدنی ها تو این دوتا مثال شما مشاهده کردید. این دوتا مثال حتما تو ذهنتون باشه، چون همیشه به عنوان مثال برای پیش آمدهای حتمی و غیر ممکن استفاده. خب این نکته رو که گفتیم اینجا آوردیم، گفتیم پی اس مساوی یک رو میگیم قطعی، اونا میگیم نشده. مثال دو تاس رو با هم پرتاب میکنیم، رفتیم سراغ پرتاب دو تاس. خوب دقت کنیم ببینیم از اون نکته هایی که اول گفتیم استفاده میشه یا خیر. مطلوب از احتمال اون که مجموع دو عدد رو شده مقدار 5 باشد. خب ببینید بچه‌ی فضای نمونه‌ای داره داد میزنه، سریع به جواب میرسید. دو تا تاس رو می‌خوایم پرتاب کنیم، NS 6 به توان 2 که میشه 36. خب پس با NS با مشکلی نداره. گفته مجموع دو عدد رو شده مضرب 5 باشد، دیگه نمیخواد بنویسید. بچه ها فقط جدول بیاد تو ذهنتون، مجموع اعداد رو شده در پرتاب دو تاس از دو شروع میشد، چون هر دو یک یک بیاد تا به 12 ختم میشد. از دو تا 12 مضارب 5 رو پیدا کنه، میشه 5 10 5 10. فقط این دو تا حالت میشه. خب 5 چند تا حالت داشت بچه ها؟ چون کمتر مساوی 7 است، گفتم یه دونه ازش کم میکنیم. خب 5 منفی میشه 4 حالت. پس برای 5 4 حالت داریم. برای 10 10 بزرگتر از 7 الگوش چی بود؟ 13 منهای 10، اونم 3 حالت داریم. ببینید بچه ها، ببینید پس کل حالت ها میشه 7 تا. خب پس NA مو شد 7 تا، یعنی پیش آمده مو شد 7 تا. احتمال رو میخوایم باید این تعداد پیش آمد حالت های پیش آمد رو بر NS تقسیم بکنیم که میشه 7 36. ببینید چقدر کار راحت شد، نیاز به نوشتن نبود و اون محاسبات طولانی ما حذف کردیم، فقط با یک الگو. مجموع دو عدد رو شده مضرب 4 باشد. سوال سراسری تجربی 92 بوده بچه‌ها، ببین چقدر راحته. بازم چون گفته مجموع تو پرتاب دو تا هستیم، گفته مضرب 4، گفتیم مجموع از تو پرتاب دو تا از دو شروع میشه به 12 ختم میشه. خب از بین 2 تا 12 مضارب 4 انتخاب کنیم، میشه 4 8 و 12. خب 4 کمتر از 7، یه دونه ازش کم کنیم چه 3 تا حالت. 8 بزرگتر از 13 منهای 8 میشه 5 حالت، و 12 میشه 1 حالت، یعنی 3 و 5 و 1. خب اینا رو با هم جمع کنیم میشه 9 حالت. پس میشه 9 36، یعنی NB به NS. NS رو که تغییر نمی کنه بچه ها، تو همه حالت ها چون پرتاب دو تا هست، 6 به توان میشه 36. 9 سشم که میشه معادل 1 4. پس چقدر راحت میتونی با این جدول به جواب برسید. مجموع اعداد رو شده مربع یک عدد طبیعی باشه، هر جوری بخوان سوال به صورت سوال رو عوض کنن، تغییر بدن، شما وقتی جدول خوب بلد باشید میتونید راحت به جواب برسید. خب مجموع اعداد رو شده یعنی از 2 تا 12 مربع باشه. خب مربع از 2 تا 12 کدوم مربع؟ عدد 4 مربع کامله، عدد 9 هم مربع کامله، فقط این دوتا مربع کامله. 4 کمتر از 7 بود، الگوش چی میگفتون؟ یه دونه ازش کم کن حالتا به دست میاد. 9 بیشتر از 7 بود، میگفتون چی؟ 13 را منهای اون عدد بکنیم، منهای 9 میشه
چهار پس کل حالت ها میشه 7 تا به ns اون که 36 تا میشه 7 36 مجموع عدد گمشده کمتر از 10 باشد. خب کمتر از 10 یعنی چی؟ یعنی از 2 تا 10 و از 2 تا 9 اسخای میکنم کمتر از 10 خود 10 رو نمیخوایم از 2 تا 9 حالت ها رو دیگه طبق الگوها بلدید به دست آوردیم بشمارید میشه 30 تا به 36 هم که میشه معادل 5 6 هم پس این از سوالات پرتاب تاست که یه قسمت ازش مونده خوب دقت کنید مجموع اعداد رو شده دو تاست 8 و هر دو فرد باشن خوب دقت کنید و آورده یعنی باید هر دو شرط همزمان برقرار باشه خب ببینید بچه ها اول وقتی میخوای مجموع اعداد رو شده دو تاست 8 باشه 8 بزرگتر از 7 بود الگوش بود باید 13 رو از 8 کم کنیم 13 منهای 8 5 حالت اما آیا همه این 5 حالت قابل قبوله؟ آفرین درود بر شما میگیم خیر چون سوال ادامه داره شرط داره و هر دو فرد باشند پس فرداش انتخاب میکنیم خب فرد داره بخوایم انتخاب کنیم چه حالت میشه 3 و 5 بیاد 5 و 3 بیاد خب این دو حالت قابل قبوله 2 و 6 میشه 8 ولی قابل قبول نیستن چون زوجند درسته 4 و 4 هم میشه 8 قابل قبول نیست پس فقط هر دو فرد باشند پس خود مجموع عدد رو شده دو تا از 8 باشه ما 5 حالت داریم فقط دو تاش به درد میخوره چون سوال دو شرطیه و آورده و یعنی چن هر دو همزمان باید شرط ها اعمال بشن پس میشه 3 و 5 5 و 3 میشه 2 36 هم که میشه معادل 1 18 مثال بعدی در پرتاب دو تا با هم احتمال آن که اعداد رو شده متوالی باشند کدام است باید متوالی باشن مثلا 1 و 2 یا 2 و 1 1 و 3 به اسخای میکنم 2 و 3 3 و دو حالت رو داریم ما اینجا نوشتیم مشاهده کنیم 10 تا داره به 36 تا که میشه معادل 5 خب قوانین احتمال یه سری قوانین هست که شما اگر یادتون باشه در فصل اول کتاب ریاضی دهم اونجا برای شما بیان کردیم که تو مجموعه ها کاربرد داشت خب اینجا بازم ما تو بحث احتمال بیان میکنیم چون کاربردی قوانین احتمال اشتراک دو تا پیش آمد خب زمانی دو تا پیش آمد با هم به اصطلاح اتفاق میفتند که هم آ و هم بی همزمان رخ بده به این میگیم اشتراک اگر آ و بی همزمان رخ بده یعنی هر دو با هم رخ بدن میگیم اشتراک بی آ اشتراک بی که شما در چک دارید مشاهده میکنید اون قسمت ها شروع کرده میشه پس بی آ اشتراک میشه ان آ اشتراک بی به ان اس ان اس در مخرج همیشه ثابت صورت فقط طبق پیش آمدی که در سوال مطرح میشه تغییر میکنه اینجا اشتراک رو پس میشه اشتراک این برای اشتراک چون این موضوع تکراریه و همتون میدونید و راحته من سریع ازش رد میشم دو پیش آمد ناسازگار ببینید بچه ها بارها شنیدید میگن دو نفر تو زندگی با هم تفاهم ندارن سر سازگاری با هم ندارن ناسازگارن یعنی چی؟ یعنی اینا هیچ تفاهم و نقطه اشتراک با هم ندارن همیشه با هم بحث میکنن تو مجموع همین اتفاق میفته وقتی دو تا پیش آمد مجموع با هم هیچ اشتراکی نداشته باشن بگیم اینا ناسازگارن یعنی پی آی اشتراک میشه چی؟ صفر و اینا هیچ اشتراک ندارن که میشه تویی در شکل هم داریم میونی اینا مجزا از هم هستن جدا از هم هستن و هیچ اشتراکی ندارن این هم از داستان اجتماع دو مجموع دو پیش آمد خب دو تا پیش آمد وقتی اجتماع داشته باشه یعنی آ و بی هر دو باید اتفاق بیفتن آ یا بی آ هر دوشو باید اتفاق بیفتن دارید مشاهده میکنید میگه حداقل یکی از پیش آمدهای آ یا بی رخ بده اگر کلمه لااقل یا حداقل اومد تو سوال باید حواستون باشه که اجتماع رو میخواد یعنی چی آ اجتماعی زمانی رخ میدهد که یکی از پیش آمدهای آ یا بی رخ بدهد یا هر دو رخ بدن که در شکل دارید مشاهده میکنید که همه اینا باید محاسب بشه خب پی آ اجتماعی بی حالا کالت کلیش پی آ اجتماعی بی هست ان آ اجتماعی بی پی ان اس ان آ اجتماعی بی ما تو فصل اول ریاضی دهم برای شما بیان کردیم که شده ان آ به اضافه ان بی منهای ان آ اشتراکی اگر همه رو برای ان اس تقسیم کنیم میرسیم به این رابطه پس پی آ اجتماعی بی دیگه میتونیم اینجوری بیان بکنیم بگیم پی آ به اضافه پی بی منهای پی آ اشتراک بی خب چرا ما اینجا پی آ اشتراک بی کم میکنیم این سوالو میخوام از شما بپرسم کی میتونه به من جواب بده بچه‌ها فره این طور بر شما دلیلش اینه که قبلا تو کلاس های حضوری بارها گفتیم بچه ها ببینید میگیم پی آ اجتماعی یعنی کل این قسمت رو حاشور خورده میگیم پی آ خب پی آ یه بار داریم میشماریم به اضافه پی بی دوباره میگیم پی بی خوب دقت کنید به این قسمت وسط بچه ها ببینید در پی آ به اضافه پی بی این دوبار داره حساب میشه
بنابراین برای این که حالت های تکراری دوبار محاسبه نکنیم، میایم یک بار ازش کم میکنیم تا رابطه درست در بیاریم. حالا یک نکته رو ما میخوایم اینجا اضافه کنیم، میگیم اگر آ و بی دو پیش آمده ناسازگار باشن رابطه بالا رو چجوری میتونیم بازنویسی بکنیم؟ بچه ها گفتیم وقتی ناسازگار باشن یعنی تفاهم ندارن، سر سازگاری ندارن، پس هیچ نقطه اشتراکی ندارن، پس اشتراکشون میشه تویی، پس پی آ اشتراکی میشه صفر، یعنی پی آ اشتراکی از این رابطه حذف میشه، پس پی آ اشتراکی میشه پی آ به اضافه پی بی به همین راحت. تفاضل دو پیش آمد، خب میگیم اگر آ بی دو پیش آمد باشن آی منهای بی زمانی رخ میدهد که آ رخ داد ولی بی رخ ندهد. میگیم فقط آ بارها تو مجموعه تکرار کردیم، خب شکلش هم دارید مشاهده میکنید، فقط آ میشه این قسمت بچه ها. خب رابطه پی آ منهای بی میگیم چی؟ میگیم کل پی آ منهای این اشتراکه، منهای پی آ اشتراکه بی، پس این رابطه هم به دست آورده، پس پی آ کلش منهای اشتراکه میشه پی آ منهای بی. رابطه خوب تو ذهنتون بمونه، مهمه. اگر آ بی دو پیش آمد باشن بی منهای آ زمانی رخ میدهد که بی رخ داد ولی آ رخ ندهد، یعنی فقط بی، فقط بی، پس پی بی منهای آ میشه پی بی یعنی کلش منهای اشتراکشون که شکلش دارید اونجا مشاهده میکنید، کل بی منهای این اشتراکی میشه فقط. متمم یک پیش آمد، بازم تو مجموع برای شما بیان کردیم. ببینید میگیم مثلا متمم پیش آمد آ که با آپرین یا آ سی به توان سی نمایش میدن چیه؟ یعنی میگیم هر آنچه که در مجموعه مرجع یا فضای نمونه ای وجود دارد اما در مجموعه آ وجود ندارد. خب شکل رو مشاهده کن، این فضای نمونه، خب آپرین میشه کجا؟ هر آنچه در فضای نمونه وجود دارد اما در آ وجود ندارد. خب رابطه ای که میتونیم بگیم، ببینید بچه ها پی آ به اضافه پی آپرین دارید مشاهده میکنید، این احتمال این قسمت سفید با هاشون خورده کنه میشه فضای نمونه. خب احتمال فضای نمونه هم چی بود؟ یه احتمال قطعی بود که تو اسلایدهای قبلی گفته میشه یک، پس میگیم پی آ به اضافه آپرین میشه یک. این نقطه خیلی مهمیه. از دل این رابطه بچه ها یک بار پی آ رو محاسبه میکنیم، یعنی پی آپرین رو هول میدیم بیاد این وره، تساوی میشه یک منهای پی آپرین، یک بار پی آپرین رو محاسبه میکنیم میشه یک منهای پی آ. پس از دل این رابطه اصلی ما دو تا رابطه فرعی به دست آوردیم که همشون مهمه. خب این ویژگی رو بازم تو مجموعه به شما گفته بودیم، آ با آپرین هیچ اشتراکی ندارن، همونجوری که شما در شکل دارید مشاهده میکنید هیچ اشتراکی بین این دوتا وجود نداره میشه توی، اما جمع این دوتا یا اجتماع این دوتا میشه مجموعه فضای نمونه ای که این نکاتی که شما اینجا مشاهده میکنید. بعد گفتیم نکته، حالا بارها ما در فصل ششم استفاده کردیم، بازم تاکید میکنیم زمانی از متمم استفاده میکنیم که از روش مستقیم تعداد حالتهاش زیاد باشه، محاسبات سنگین باشه، بنابراین از پیش آمده متمم استفاده میکنیم که کار برای ما راحت میکنه. تفاضل متقارب، ببینید بچه ها بگیم اگر آ بی دو پیش آمد باشن آی منهای بی اجتماعش با بی منهای آ، به این میگیم تفاضل متقارن. یعنی چی؟ یعنی فقط آ یا فقط بی رخ داد، فقط یکی از پیش آمده رو خود، یعنی آ یا بی که در شکل هم مشاهده میکنی، فقط آ یا فقط بی. خب اگر رابطهش رو بخوایم بنویسیم، پی آی منهای بی اجتماعش با پی منهای بی منهای آ، خب میشه چی بچه ها؟ میشه پی آ اجتماعی بی. خب دقت کنید در شکل، ما اگر بخوایم این قسمت رو به دست بیاریم میگیم کل این شکل یعنی پی آ اجتماعی بی منهای این قسمت اشتراک، اگر این اشتراک ازش کم کنیم این دو تا قسمت هاشو خورده به دست میاد، پس میشه پی آ به اضافه پی بی. خب پی آ اجتماعی بی رو باز میکنیم، آ اجتماعی بی میشه پی آ به اضافه بی منهای پی آ اشتراک بی، یه دونه منهای پی آ اشتراکی از این رابطه پی آ اجتماعی بی به دست میاد، یه دونه هم که خودش داره یه پی، اینجا تو بحث تایپ از قلم مفتاد، این در حقیقت پی آ اشتراک بی، اینو حواستون باشه بچه‌ها. پس پی آ به اضافه پی بی از دل این رابطه به دست اومد، این رابطه شما مشاهده کردید قبلا هم یه دونه منهای پی آ اشتراک بی داره، خب یه دونه اینجا داره یه دونه هم که خود رابطمون داشت، پس یه دونه با یه دونه میشه دو تا، یه منفی هم میگه چون هر دو از هم کم میشه، پس این رابطه رو بازنویسی کردیم رسیدیم به این رابطه. بریم سراغ مثال ببینیم از این قواعدی که گفتیم چطور میتونیم در حل سوالات استفاده کنیم. مثال اول گفته یک فروشگاه دو نوع کارت اعتباری A و B را میپذیرد اگر 34% از مشتریان کارت نوع A یعنی پی آن بشه 34%،
و 62% پارت نوع بی و 15% هر دو پارت یعنی آ و بی اشتراکشون. چقدر احتمال دارد مشتریان با در اختیار داشتن حداقل، گفتیم وقتی کلمه حداقل یا لااقل میاد چیه میخوایم بچه ها بودن بگید تا من متوجه بشم. آفرین، درود بر شما. یعنی ما اجتماع رو میخوایم دیگه، درسته؟ یعنی پی آ اجتماع بی رو باید محاسبه بکنیم. خب پی آ رو داریم گفته 34%، پی بی رو داریم گفته 62% و اشتراکشون گفته 15%. در این رابطه جایگذاری بکنیم خیلی راحت جواب به دست میاد، میشه 81%. پس حداقل یکی از دو کارت از فروشگاه خرید بکنن 81% میشه. مثال بعدی سراسری ریاضی بوده، گفته احتمال قبولی دانش آموزی در درس فیزیک 55% و در درس شیمی 0.6 است. اگر احتمالان که حداقل در یکی از این دو درس حداقل اومده بچه‌ها، حداقل یعنی اجتماع قبول شود 75%، مثلا اجتماع این 75% با کدام احتمال در هر دو درس اشتراک رو می‌خوایم؟ بازم رابطه اجتماع رو اینجا بنویسیم بچه‌ها. خب پی آ اجتماع گفت 75%، پی آ 55%، پی بی 0.6، اشتراک رو ما از اینجا می‌خوایم محاسبه بکنیم. خب 55% با 0.6 جمع بکنیم بچه‌ها، میشه 1.15%. 75% خودش منهای پی آ اشتراک بی. از اینجا پی آ اشتراک بی رو بخوایم حساب کنیم، پی آ اشتراک بی می‌بریم اون ور تساوی، 75% می‌بریم این ور. خب اینو مخرجاشونو یکسان کنید تا محاسبات برای شما راحت باشه. هر دو رو به مخرج 100 ببریم. خب 1.15 رو میتونیم 115%. خب همین میشه 75%، میشه 75% مخرج با هم یکسان. صورتا از هم کم کنیم میشه 40% یا 0.4 یا 40% میتونیم که در هر دو دست بتونیم قبول بشیم. مثال بعدی، احتمال آنکه فرزندی در یک خانواده با چشم‌های روشن متولد شود 2% و احتمال آنکه رنگ مویش روشن باشد 3%. پس چشم‌های روشن رو ما میگیم پی آ، چشم‌های رنگ مو رو میگیم پی بی. اگر احتمال متولد شدن فرزند با مو و چشم به رنگ روشن، ببینید با مو و اومدنی اشتراک این دو تا 1/10. احتمال آن رو بیارید که فرزند متولد شده فقط موی روشن، فقط موی روشن پی بی منهای آ رو میخواییم. پی آ رو گرفتیم، چشم روشن 2/10، رنگ موی روشن رو پی بی گرفتیم 3/10، اشتراکشون شده 1/10. پی بی منهای آ رو میخواییم، خب رابطش رو گفتیم، یعنی پی بی کل مجموعی منهای اشتراکشون. پی بی رو داریم بچه ها 3/10، اشتراکشون رو 1/10، میشه معادله 2/10. به همین راحتی ما تونستیم این سوال از پای در بیاریم و به جواب برسیم. مثال بعدی رو بچه ها، اگر آ و بی دو پیش آمده ناسازگار شاخک حساس بشه. وقتی میگه ناسازگار یعنی هیچ اشتراکی ندارن، یعنی پی آ اشتراک میشه چی؟ میشه 0. و پی آ مساوی پی بی میشه 1/3. آنگاه پی آ اجتماع بی را به دست آورید. خب زمانی که دو تا مجموع ناسازگار باشن پی آ اجتماع بی اشتراکش حذف میشه، یعنی میشه پی آ به اضافه پی بی. خب پی آ رو داریم، خود سوال گفته 1/3. پی بی هم از این رابطه به دست میاریم، یعنی بچه‌ها اینجا متمم بیا داده پی بی چی میشه؟ رابطه گفتیم، گفتیم پی بی به اضافه پی بی بی میشه 1. بحث متمم، ما این رابطه رو گفتم. حالا از اینجا پی بی رو بخوایم حساب کنیم میشه 1 منهای پی بی بی، یعنی 1 منهای 1/3 که میشه معادله 2/3. پس پی آ شد 1/3، پی بی هم از اینجا ما محاسبه کردیم شد 2/3. اشتراکشون چون ناسازگار گفته میشه 0، پس 1/3 به اضافه 2/3 میشه 1. مثال بعدی، گفته اگر پی آ اجتماع بی بشه 3/5، پی بی 1/3، پی آ 2/5، پی آ منهای بی رو محاسبه کنید بچه‌ها. خب پی آ منهای بی رو بخوایم محاسبه کنیم میشه پی آ منهای پی آ اشتراک بی. پی آ رو داریم اینجا بچه‌ها، اما اشتراک رو نداریم. از این رابطه ابتدا باید اشتراک رو به دست بیاریم. خب رابطه اجتماع رو بازنویسی بکنیم بچه‌ها. آ اجتماع بی 3/5، آ رو داده بی هم داده، از اینجا اشتراک رو محاسبه می‌کنیم. خیلی راحت، یک محاسبه خیلی راحتیه. اینا رو با هم جمع کنید، بعد اون واسه 3/5 کم کنید، برای منفی پی آ اشتراک بیام تقسیم کنید شده 2/5. پس از اطلاعات اولیه مسئله ما پی آ اشتراک بی رو محاسبه کردیم، چون نیاز داریم ببینید پی آ منهای بی رابطش چی بود. پی آ منهای پی آ اشتراک بی. خب حالا خیلی راحت محاسبه میکنیم، نوشتیم پی آ رو داریم، پی آ اشتراک بی رو محاسبه کردیم که میشه معادله 14/15. خب احتمال های مربوط به فرزند و سکه. ببینید بچه ها، دو تا حالت وجود داره، ما به دو دسته تقسیم کردیم که شما هر موقع به این سوالات برخورد می کنید سریع بتونید به جواب برسید و
به اصطلاح اشتباه محاسباتی نداشته باشید و بدون سوالات درست متوجه بشید. احتمال های مربوط فرزند و سکه، در مورد فرزند در مورد سکه اگر مطرح بشه، اولا اگر حالت اول ترتیب فرزندان بیان نشه، یعنی هیچ ترتیبی یا نگه، شما دو تا حالت میتونید استفاده کنید. یکی از همون پی آ مساوی ان آ به ان اس، احتمال ساده. خب پیش آمده چجوری محاسبه کنیم؟ از ترکیب استفاده میکنیم. ان اس هم که داریم برای فرزند چی بود بچه‌ها؟ جنسیت دو به توان کا یا دو به توان ان. خب این فضای نمونه اینجا گفته کا از ان برای حالت های پیش آمده که ما از ترکیب استفاده میکنیم در ادامه متوجه میشیم. روش دوم اینه که وقتی ترتیب بیان نشه ما خودمون یک ترتیب دلخواه میگیریم، به دلخواه خودمون یک ترتیب مشخص میکنیم و در تعداد جایگشت ها ضرب میکنیم. خب برای اینکه این دو تا روش شما بهتر یاد بگیرید میریم سراغ مثال. یک خانواده دارای 4 فرزند است. مطلوب از احتمال آنکه الف یک فرزند دختر داشته باشد. خب ببینید بچه ها گفته یک فرزند دختر داشته باشه، دیگه ترتیبش رو نگفته. بنابراین دو تا روش داریم. روش اولی بود که از ترکیب استفاده بکنیم و روش دومی که بتونیم حالت جایگشت رو محاسبه کنیم. وقتی میگه یک دختر داشته باشه یعنی چی؟ یعنی ترکیب یک از 4، انتخاب یک از 4، چون 4 فرزند یکی باید انتخاب کنیم. خب پیش آمده میشه 1 از 4، ترکیب 1 از 4، فضای نمونه‌ای هم که گفتیم 2 به توان 4. خب این راه حل اول. خب 1 از 4 قبلا بهتون گفتیم میشه 4، 2 به توان 4 هم میشه چقدر؟ 16. 4 16 هم که میشه معادل 1/4. روش دوم چیه بچه‌ها؟ خوب دقت کنید. گفتیم یک حالت خودمون به صورت دلخواه انتخاب بکنیم، ترتیبو نگفته. مثلا ما فرض کردیم که آقا جان اول دختر، پسر، 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 یعنی این دلخواهه، اینو خودمون انتخاب کردیم. خب حالت رو محاسبه میکنیم. اگر بخواد اینجا دختر باشه 1/2 دیگه، درسته؟ پسر 1/2، پسر 1/2، پسر 1/2. پس برای هر کدوم ما 1/2 حالت داریم. حالا بعد اینا رو که محاسبه کردیم در جایگشتاشون هم ضرب بکنیم. بچه ها اینجا دقت کنید، جایگشتای چیه؟ یعنی تعداد جایگاه ها با تعداد افرادی که اومده یکسانه، یعنی جایگشت این شیء متمایز. اما دقت کنید ستاش تکراریه، میشه جایگشتای با تکرار. گفتیم در جایگشتای با تکرار چیکار میکردیم؟ من یک بار دیگه میگم تا مرور بشه. گفتیم اول فرض برای این میزنیم که اصلا تکراری نباشه. خب ما 4 تا داریم. خب این 4 تا به چند طرف میتونن کنار هم قرار بگیرن؟ میشه 4 فاکتوریال، یعنی این شی متمایز. حالا تکراری رو تقسیم میکنیم، 3 تا پسر تکراری میشه 3 فاکتوریال. پس حالت های هر کدوم محاسبه کردیم بعد در جایگشتاشون ضرب کردیم. خب اگر بخوایم اینا رو سادهشون بکنیم اینا چی میشه بچه ها؟ این میشه 1/16، 4 فاکتوریال میشه 4 ضرب در 3 فاکتوریال، با این 3 فاکتوریال خط میکنه صورتی 4 داریم، مقدار میشه 16، این میشه معادله 1/4. پس از هر دو روش به جواب 1/4 رسیدیم. خب این توضیحی که گفته بودیم یک ترتیب دلخواه میگیم در جایگشت ضرب میکنیم. ب یک فرزند دختر و 3 فرزند پسر داشته باشد، یه دونه دختر 3 تا پسر. خب یه دونه دختر میشه چی؟ ترکیب 1 از 4. یا شما میتونید برای پسرها محاسبه کنید ترکیب 3 از 4. خب ما میدونیم ترکیب 1 از 4 معادل 3 از 4، قبلا نقطهشو گفتیم. خب 1 از 4 رو محاسبه میکنیم، فضای نمونه میکشه 2 به توان 4. این راه حل اول. راه حل دوم، یه دونه دختر با 3 تا پسر، دقیقا مثل حالت الف هیچ فرقی نمیکنه که جواب باز میشه 1/4. چه بگه یک فرزند دختر، چه ادامه بده بگه یک فرزند دختر و 3 فرزند پسر، جواب ها یکسان میشه. 2 فرزند پسر داشته باشد. خب راه حل اول چی میشه؟ ترکیب 2 از 4، فضای نمونه تو که از 2 به توان 4. پس راه اول میشه ترکیب 2 از 4، فضای نمونه میشه 2 به توان 4. خب میشه 6/16 که میشه معادل 3/8. اما روش دوم، ما یه ترتیب دلخواه رو مینویسیم. فرض کنیم 2 تا اولیه پسر، 2 تا دومیه دختر، دلخواه. خب هر کدوم از اینا 1/2 حالت دارن، جایگشتشون رو بخوایم حساب کنیم میشه تعداد جایگاه ها با افراد یکسانه، ولی تکراری داریم میشه جایگشت های با تکرار. ابتدا فرض رو بنی میذاریم که تکراری نداریم، 4 نفر در 4 جایگاه میشه جایگشت ان شی متمایز، همون 4 فاکتوریال. 2 تا پسر داریم تکراری میشه 2 فاکتوریال، 2 تا دختر میشه 2 فاکتوریال. که وقتی محاسبه کنیم به جواب میرسیم.
دو فرزند پسر و دو فرزند دختر داشته باشد سراسری تجربی 84. من در این مثال سعی کردم انواع مختلفی که میتونه از جنسیت مطرح بشه رو در اینجا قرار بدم و اضافه کنم که شما همه حالتها رو در یک مثال ببینید. خب دو تا فرزند پسر و دو تا دختر دقیقا مثل قسمت پ هست که برای شما حل کردیم، سراسری تجربی 84. قسمت 3، دو فرزند پسر یا سه فرزند دختر داشته باشه. بچه حرف یا کدوم اصل بود؟ یادتون میاد؟ آفرین، درود بر شما، اصل جمع بود. پس ما اول دو فرزند پسر احتمالش محاسبه میکنیم، بعد سه فرزند دختر هم محاسبه میکنیم، با هم جمع میکنیم چون یا اومده، سراسری تجربی 90. خب دو تا فرزند پسر داشته باشیم میشه پیش آمده، میشه ترکیب 2 از 4. فضای نمونه هم که خب تکراری 2 به توان 4 میشه 6/16. سه فرزند دختر میشه 3 از 4 پیش آمدمون، فضای نمونه خب باز تکراری 2 به توان 4 میشه 4/16 چون یا اومده. خب اشتراک هم اینا ندارن بچه ها، اشتراکشون 0 میشه، درسته؟ پس الان پی آ اجتماعی بی، چون اجتماع رو میخوایم دیگه، میشه پی آ به اضافه پی بی، منهای اشتراکشون چون هیچ اشتراکی با هم ندارن میشه 0. این دوتا رو با هم جمع کنیم میشه معادل 10/16 که میشه معادل 5/8. فرزندان هم جنس باشن یعنی چی؟ یعنی هر 4 تا یا دختر یا پسر، حرف یا میاد بازم اصل جمعه. خب هر 4 تا دختر باشن میشه چی؟ ترکیب 4 از 4 پیش آمده میشه که در صورت قرار میگیره، فضای نمونه خب 2 به توان 4 تکراریه، یا پس به اضافه هر 4 پسر 4 از 4 به 2 به توان 4 که میشه 1/16 این قسمت، این میشه 1/16. 1/16 به اضافه 1/16 میشه 2/16 که میشه معادله 1/8. فرزندان هم جنس نباشن. بچه خوب دقت کنید، اگر این قسمت رو ما بخوایم از روش مستقیم بشیم، به روش مستقیم حل کنیم، روش طولانی میشه. بنابراین قبلا هم گفتیم از متمم استفاده میکنیم. خب برای اینکه فرزندان هم جنس نباشن متممش چی میشه؟ هم جنس باشن. پس ابتدا کل حالت ها رو محاسب میکنیم که میشه 1. پس کل حالت میشه 1. نکتهش رو یاد گرفتید، پی آ به اضافه پی آ پلی میشه 1. از اونجا مثلا می‌خواستیم پی آ رو حساب کنیم میشد 1 منهای پی آ، یا پی آ رو می‌خواستیم محاسبه کنیم میشد 1 منهای پی آ پرین. خب متمم هم جنس نباشن، هم جنس باشنده که ما تو قسمت جی محاسبه کردیم، پس 1 از 1 8 کم کنیم میشه معادل 7/8 که بازم نقطه گفتیم که هر موقع تعداد زیاد میشه از متمم استفاده میکنیم. تعداد فرزندان پسر بیشتر از تعداد فرزندان دختر باشن، خب 4 تا دیگه تو حالتی که 2 به 2 باشن میشن مساوی. پس چه حالتی پسرها بیشتر میشن؟ که 1، 3 تا پسر 1 دختر، یا هر 4 تا پسر باشن چون یا اومده با هم جمع میکنیم. ببینید بچه ها 3 تا پسر 1 دختر میشه 3 از 4 به 2 به توان 4، فضای نمونه تغییر نمیکنه، یا به اضافه اینکه هر 4 تا پسر باشن میشه ترکیب 4 از 4 به 2 به توان 4 که با هم محاسبه کنیم میشه 5/16. گفته حداقل 1 فرزند پسر داشته باشد. تو ویدیوهای قبلی من حداقل رو توضیح دادم، تو بحث ترکیب گفتم حداقل یعنی کف، پایین تر نمیتونیم بیایم اما بالاتر میتونیم حرکت کنیم. تا کجا؟ تا زمانی که شرایط مسئله اجازهشو به ما بده. خب حداقل 1 فرزند پسر داشته باشه یعنی چی؟ یعنی 1 پسر 3 دختر، یا 2 پسر 2 دختر، یا 3 پسر 1 دختر، یا هر 4 تا پسر. خب این روش مستقیم خیلی طولانیه بچه ها. پس باز میگیم از متمم استفاده میکنیم یعنی چی؟ یعنی حالتی که اصلا ما پسر نداشته باشیم، هر 4 تا دختر باشن. و وقتی پسر نداشته باشیم میشه چی؟ انتخاب 0 از 4، یا میتونیم حالت دختر رو محاسبه کنیم، 4 از 4. 0 از 4 با 4 از 4 معادل هیچ فرقی نمیکنه. پس پیش آمده میشه 0 از 4 در حالتی که ما پسر نداشته باشیم به فضای نمونه، این میشه احتمالش. خب 1 از این کم کنیم میشه 15/16. حد اکثر 2 فرزند دختر باشد. گفتیم حد اکثر سقفه، یعنی از 2 تا بیشتر نمیتونه باشه اما کمتر میتونه باشه تا زمانی که شرایط مسئله اجازه بده. خب حد اکثر 2 فرزند دختر داشته باشد یعنی چی؟ یعنی 2 تا دختر 2 تا پسر، یا 1 دختر 3 تا پسر، یا کلن 4 تا دختر، یا کلن دختر نداشته باشه. پس حالت ها اینه دیگه.
خب ما مستقیمش اگر بخوایم بریم طولانی میشه، بازم اینجا اومدیم از متمم استفاده کردیم. متمم ما چی میشه بچه ها؟ حد اکثر دو فرزند دختر داشته باشد، یعنی متمم چی بیشتر حساب کنیم، سه تا دختر یا چهار تا دختر داشته باشه. گفتیم حد اکثر سقف، وقتی میگه حد اکثر دو فرزند دختر داشته باشه یعنی دو تا دختر یا یه دختر یا اصلا دختر نداشته باشه. این روش مستقیم. پس متممش چی میشه؟ حالتایی که میشه سه تا دختر داشته باشه یه پسر، یا کلا چهار تایش دختر باشن. پس یک و از سه تا دختر یا چهار تا دختر که احتمالش میشه این سه تا دختر یا به اضافه میخوره چهار تا دختر باشن، به ان از این مقدار کم بکنه میشه معادل 11 16. خب حالت دوم اینه که ترتیب فرزندان بیان بشه. مثل مثال قبلی تو حالتهای مختلف دیدید ترتیب بیان نمیشد. گفتیم وقتی ترتیب بیان نمیشد یه حالتی بود که از ترکیب استفاده میکردیم، یا حالت که یه ترتیب دلخواه خودمون مینوشتیم و حالتها رو محاسبه میکردیم، در جای گشت رو ضرب میکردیم. ولی اگه ترتیب بیان بشه از اصل ضرب استفاده میکنیم. ببینیم چطوری ترتیب بیان میشه. گفته خانواده دارای چهار فرزند است، مطلوب از احتمال آنکه الف فرزند اول و دوم پسر باشه. ببین خودش گفته ترتیب و گفته آقا جان اول و دومی پسر باشن. خب پس اگه اول پسر باشه احتمالش چقدر؟ یک دوم. دومیه یک دوم. اما سوم و چهارم چیزی نگفته. خب چه احتمالی وجود داره؟ سوم میتونه دختر یا پسر باشه، چهارم میتونه دختر یا پسر باشه. احتمال دختر بودن یک دوم، پسر بودن یک دوم، چون یا آوردیم جمع میشه. پس بین اولی پسر یک دوم، دوم پسر یک دوم، سومی دختر یا پسر یک دوم به اضافه یک دوم. پس اینجا هم دو تا حالت داریم که هر کدوم یک دوم هم. پس با هم جمع میشه اینا رو ضرب بکنیم میرسیم به یک چهارم. یک دوم به اضافه یک دوم میشه دو دوم که میشه یک. فقط فرزند اول و دوم پسر باشد. ببینید کلمه فقط رو که آورده با قسمت الف متفاوت میشه. وقتی میگه فقط فرزند اول و دوم پسر باشه یعنی چی؟ یعنی فرزند سوم چهارم دیگه پسر نمیتونن باشن. خب وقتی پسر نباشن دیگه حتما دخترن، درسته؟ پسر پسر دختر دختر. پس برای هر کدوم یک دوم موجود داره. تفاوتش با سوال بالا اینه که سوال بالا گفته بود قسمت الف فرزند اول و دوم پسر باشه، در مورد سوم و چهارم دیگه اظهار نظر نکرده بود. وقتی اینجا میگه فقط فرزند اول دوم پسر باشه یعنی اول و دوم فقط پسرن و سوم و چهارم پس باید حتما دختر باشه. قسمت بعدی فرزند دوم و چهارم پسر باشد. حالا دوم و چهارم از این ور مثلا دوم و چهارم اگر بخواد پسر باشه اینا هر کدوم یک دوم هم. ببینید دوم و چهارم یک دوم هم. خب برای اون حالت ها چی میشه؟ میاد ممکن بود پسر یا دختر که هر کدوم یک دوم حالتشون بود، یک دوم به اضافه یک دوم میشه دو دوم که دیگه ما اینجا دو دوم رو نوشتیم که میشه یک، در هم ضرب کنیم میشه یک چهارم. مثال بعدی سراسری تجربی 91 خارج از کشور در پرتاب به دو سکه و یک تاس، یعنی دو سکه و تاس رو که نکتهش رو گفتیم، فضای نمونهش هم تو ابتدای تدریس به شما گفتیم. در پرتاب دو سکه و یک تاس با هم احتمال اینکه حداقل، وقتی کلمه حداقل میاد حداقل یکی رو، کلمه حداقل میاد یعنی کف دیگه، حداقل یک رو یعنی چی؟ یعنی کمتر نباشه یک رو یا هر دو درو باشند و عدد تاس مضرب سه باشد کدام است؟ خب ببینید بچه ها گفته با هم وقتی بخوایم پرتاب کنیم فضای نمونه چی میشه؟ فضای نمونه دو سکه و یک تاس میشه 6 به توان یک ضرب داره سکمون 2 به توان 2 که ان اسمون میشه 24 تا. خب اول اس دو سکه رو گفته فضای نمونه دو سکه، هر دو رو بیاد هر دو پشت، اول رو دوم پشت، پشت یا رو. خب حداقل یکی رو بیاید یعنی چی؟ ببینید یک رو بیاد یا هر دو رو بیاد، هر دو رو بیاد یا اولی رو دوم پشت، اولی پشت دومی رو، یعنی یک رو اومده. خب این میشه 3 چهارم احتمالش پیش آمد 3 تا عضو و فضای نمونه 4 تا میشه 3 چهارم. خب تاس مضرب 3 میخوای باشه، خب فضای نمونه تاس میشه 3 تا، مضرب 3 میشه 2 تا 3 و 6 میشه، پس پیش آمد 2، فضای نمونه 6 تا عضو داره میشه 2 6 میشه معادل 1/3. خب در پرتاب دو تاست و سکه یعنی همزمان داریم پرتاب میکنیم، پس دو تا احتمال در هم ضرب کنیم چون همزمان داریم پرتاب میکنیم ضرب میکنیم که میشه معادله 1/4. میبینی که با نکات گفتیم خیلی راحت میتونیم تست رو حل کنیم. در جعبه 4 مهره آبی و 3 مهره قرمز وجود دارد، اگر از این جعبه 3 مهره به تصادف خارج کنیم چقدر احتمال داره الف هر 3 مهره آبی باشن؟ خب اول فضای نمونه بچه‌ها، خب ما سرجم 7 تا مهره داریم میخوایم 3 تا خارج کنیم، فضای نمونه میشه یه ترکیب 3 از 7، فضای نمونه میشه ترکیب 3 از 7. خب اینو تو ذهنتون بسپارید.
حالا هر قسمتی که تغییر میکنه پیش آمد اون تغییر میکنه دیگه، فضای نمونه تغییر نمیکنه، فضای نمونه بر اساس ثابت میشه سه از هفت. حالا الف هر سه مهره آبی باشد. هر سه مهره آبی باشد یعنی چی؟ یعنی ترکیب سه از چهار، انتخاب سه از چهار. خب ان اس از هفت شد 35. دارید میبینید که پیاد میشه چی؟ پیش آمده هر سه آبی باشد یعنی انتخاب سه از چهار. سه از چهار مهره آبی چهار تا بودن. خب فضای نمونه که یک بار حساب کردیم برای همه حالت ها 35 تا میشه 4 35 نقطه‌شو گفتیم. وقتی دو تا عدد یکی با هم اختلاف داشته باشند همیشه ترکیب برابر عدد بزرگتر میشه. هر سه مهره هم رنگ باشن، خب فضای نمونه تغییر نکرده، 35 فقط پیش آمد تغییر کرده. هم رنگ باشن یعنی چی؟ هر سه مهره هم رنگ باشن یعنی هر سه آبی یا هر سه قرمز، از اصل جمع داریم استفاده میکنیم. هر سه آبی یعنی انتخاب سه از چهار یا به اضافه هر سه قرمز سه از سه که دارید مشاهده میکنید فضای نمونه تغییر میکنه. میگیم هر سه آبی یعنی سه از چهار یا اصل جمع به اضافه هر سه قرمز که با هم جمع میکنیم که میشه یک. دقیقا دو مهره هم رنگ باشند. دقیقا وقتی بخوایم دو تا مهره هم رنگ باشند یعنی چی؟ دو تا مهره قرمز یه مهره آبی یا دو تا آبی یک قرمز. خب دو تا قرمز دو از چهار ضرب در یک از سه به اضافه دو از سه ضرب در یک از چهار. فضای نمونه که تغییری نکرده با هم جمع کنیم چه سی؟ سی و پنج. مثال در ظرف چهار مهره سفید و پنج مهره سیاه موجود است، به تصادف سه مهره از ظرف خارج میکنیم، با کدام احتمال مهره های خارج شده همرنگند؟ سراسری تجربی خارج 92. خب فضای نمونه اون چی میشه؟ سه از نو، چون ما سرجم نقطه مهره داریم سه تا خارج میکنیم چه سه از نو. با کدام احتمال مهره های خارج شده همرنگند یعنی چی؟ یعنی هر سه سفید یا هر سه سیاه، سه از چهار یا سه از پنج. این پیش آمدی که در صورت میرسه فضای نمونم سه از نو خیلی راحت میشه معادل یک ششم. چه سوال راحتی بوده در سراسر تجربه 92 بوده که شما راحت بتونید به جواب برسید. مثال بعدی بازم سراسر تجربه 94 دو سال بعد در جعبه سه مهره سفید دو مهره سیاه و پنج مهره قرمز موجود است، اگر دو مهره از آن بیرون آوریم با کدام احتمال این دو مهره همرنگ نیستند؟ گفتیم وقتی جایی میگه نیستند یا نباید انتخاب بکنیم باید چی استفاده میکردیم؟ بچه ها خیلی تکرار شد این مباحث، کاملا درسته. آفرین، درود بر شما از متمم. NS اول محاسبه میکنیم، NS میشه چی؟ دو از وقتی بخوایم حساب بکنیم میشه دو از ده تا. ببینید ده تا مورد داریم میشه دو از ده تا. همرنگ نبودند، هم رنگ نیستن دو تا مهره، یعنی چی؟ یعنی یکی سفید. البته اینجا ما مستقیم رفتیم ولی متمش هم میتونیم راحت محاسبه کنیم. وقتی میگه هم رنگ نیستن یعنی یکی سفید یکی سیاه یا یکی سفید یکی قرمز یا یکی سیاه یکی قرمز که میدونه کمی طولانی میشه که شما از متمش هم میتونید استفاده کنید. میخواییم از بین سه دانش آموز کلاس دهم رشته ریاضی و دو دانش آموز دهم رشته تجربی یک تیم دو نفره تنیس روی میز انتخاب کنیم. اگر این عمل به تصادف صورت پذیرد چقدر احتمال دارد هر دو نفر از دانش آموزان کلاس دهم ریاضی باشند؟ یک تیم دو نفره. خب NS میشه انتخاب دو از پنج. ببینید NS میشه انتخاب دو از پنج. ما میخواییم هر دو نفر از دانش آموزان کلاس دهم ریاضی باشند. خب میشه دو از ریاضی دو نفر بودن دیگه، درسته؟ دوستایی میکنم سه نفرن میشه دو از سه، یعنی انتخاب دو از سه دیگه چیزی واقع نمونه که از تجربه انتخاب کنیم، صفر از دو. که حالا اینم ننویسیم نیازی نیست، به اصطلاح میشه چی؟ دو از سه که خب بازم یه دونه اختلاف دارن دو تا عدد، پس ترکیبش میشه سه، سه ضرب در یک بده میشه سه ده. هر دو نفر هم رشته باشن یعنی چی؟ یعنی هر دو ریاضی یا هر دو تجربی. خب هر دو ریاضی دو از سه یا هر دو تجربی دو از دو، پس های نمیدونم که تغییر نمی کنه دو از کل اون مقادیری که میشه معادله دو پنج. یک نفر از رشته ریاضی و یک نفر از رشته تجربی. خب یک از سه یا یک از دو، چون و آوردن همزمان یک از سه و یک از دو در هم ضرب میکنیم فضای نمیدونم که دو از پنج بود. خب یک از سه دقیقا میشه سه، یک از دو میشه دو، نکتهاش قبلا گفتیم دو از پنج هم که میشه ده میشه معادله. مثال اگر حروف کلمه جهانگردی را به تصادف کنار هم قرار داریم چقدر احتمال دارد الف حرف ی آخر باشد؟ توی این مثال های آخر داریم متوجه میشید که چقدر فصل ششم
اینجا به کار میاد و کاربردی بوده. همونجور که در ابتدای تدریس به شما گفتم که ابتدا ویدیوهای فصل شعر مشاهده بکنید و بعد بیاید سراغ این درس، دلیلش همینه. خب اینا رو ما در فصل ششم کامل گفتیم. گفتیم حرف یه آخر باشد. خب وقت حرف یه آخر باشه بچه ها حالتش میشه یکی. ما به اصطلاح تعداد حروف با تعداد جایگاه ها برابره، پس جایگشت این شیء متمایز. وقتی از این حروف خب بالاخره 8 تا یش خرج شد یک حالت، پس 7 تا میمونه با 7 جایگاه که میشه 7 فاکتوریل. ان اس مون هم چی میشه بچه ها؟ ان اس خود جهانگردی، جایگشت جهانگردی میشه چی؟ 8 فاکتوریل، یعنی 7 فاکتوریل به 8 فاکتوریل که میشه 1/8. ان ا به ان اس با حرف جیم شروع و به حرف یک خرج شود. مثلا خونه اول، جایگاه اول و آخر حالتاشون میشه 1. پس ما 6 تا جایگاه داریم با 6 تا 7 میشه 6 فاکتوریل، ادامهش میشه 6 فاکتوریل. خب ان اس مون هم که 8 فاکتوریل بود، پس 6 فاکتوریل به 8 فاکتوریل میشه 1/56. دو حرف ی و د کنار هم باشن، چون تعداد حروف با جایگاه ها برابره، اینا تناپیچ میکنیم یک بسته میگیریم. درسته بچه‌ها؟ توی حالت چی رو حساب میکردیم؟ جایگشت بسته و عناصر درون بسته. خب اگر ی و د رو بذاریم کنار، از 8 تا 2 تاش میره کنار 6 تا حرف میمونه. 6 تا با یک بسته میشه 7 فاکتوریل. خب عناصر درون بسته هم دو تا، اینا هم 2 فاکتوریل جابجا میشن، پس ان ا تو میشه 7 فاکتوریل ضرب 2 فاکتوریل. ان اس هم که تقریبا نکرده همون 8 فاکتوریل که میشه معادل 2/8. مثال 6 نفر که دو تای آنها برادر میباشن را در یک ردیف قرار میدهیم، مطلوب از احتمال آن که برادرها کنار هم نباشن. بازم از مقدمه استفاده میکنه. حالتی که برادرها کنار هم باشن ما یه بسته میگیریم، درسته؟ پس میشه چی؟ اگر یه بسته بگیریم 4 نفر باقی مونن، 4 به اضافه یک بسته میشه 5. 5 فاکتوریل میشه چی؟ جابجایی بستمون. خب دو تام داخل بسته میشه 2 فاکتوریل، پس میشه 1 منهای 5 فاکتوریل ضرب 2 فاکتوریل. به ان اس، ان اس 6 نفر هم میخوان توی یه ردیف وایسن، میشه جایگشت ان شی متمایز میشه ان 6 فاکتوریل. یه وقتی سوالش بکنیم به جواب 2/3 میرسه. مثال بعدی گفته تعداد 7 نفر که دو برادر در بین آنها حضور دارند مفروضند. از بین آنها 5 نفر را انتخاب میکنیم و در یک ردیف کنار هم مینشانیم. با چه احتمال دو برادر در ابتدا و انتهای ردیف نشسته؟ ببینید بچه ها، اگر ما بخوایم ابتدا و انتهای ردیف بنشه، اول NS رو محاسبه کنیم. ببینید بچه ها، چون ما 5 تا رو می‌خوایم از 7 انتخاب کنیم، 7 نفر و 5 نفرش رو می‌خوایم انتخاب کنیم، میشه چی؟ میشه ترکیب 5 از 7 ضرب در جایگشت اون 5 نفر. بالاخره ما از 5 نفر وقتی از بین 7 نفر انتخاب کردیم، این قسمت میشه خب خود 5 نفر هم دیگه به اصطلاح جابجا میشن، پس جایگشت 5 نفر هم محاسبه کردیم میشه 5 فاکتوریل. خب اینا رو باز بکنیم 7 فاکتوریل به 5 فاکتوریل، که من با این روش باز نمی‌کنم، چون روش کتاب بوده آوردم، روش سریع بهتون یاد دادم. گفتم 5 از 7، 5 عدد بزرگیه، پس معادلش رو می‌نویسیم، یعنی چه عددی با 5 جمع بشه بشه 7، 2، پس معادل ترکیب 5 از 7 میشه 2 از 7. خب 2 از 7 رو باز می‌کنم، عدد کوچیک رو باز می‌کنم، 2 مرحله باز میشه، میشه 2 ضرب در 1، پس عدد بزرگم 2 مرحله باز می‌کنم، میشه 7 ضرب در 6. 5 فاکتوریل هم داریم، مقدارش رو ساده بکنیم میشه 2520. برای اینکه دو تا برادر در ابتدا و انتها باشن، ببینید بچه‌ها، ما فرض می‌کنیم این یک جایگاه، این جایگاه، این جایگاه، این جایگاه وسط، این ابتدا و انتها. خب از این جایگاه شروع می‌کنیم. ما اینجا دو تا حالت داریم، چون دو تا برادر رو می‌تونیم اینجا قرار بدیم. خب اینجا پس دو حالت. یکی از برادرها وقتی اینجا قرار گرفت، اینجا چند تا حالت داریم؟ فقط یه حالت، یه دونه‌شون مونده. خب این وسط، ببینید بچه‌ها، ما 5 تا داشتیم، دو تاشون برادر بودن که ابتدا و انتها قرار گرفتن. از 5 تا دو تا کم بشه میشه 3 تا دیگه، پس ما 3 تا انتخاب داریم از 5 تا. ببینید ترکیب 3 از 5 که خود اون 3 تا به اصطلاح جابجایی دارن که ضرب در 3 فاکتوریل میکنه. اینا با هم ساده بکنیم میشه 120. ان ا به دست اومد، ان اس هم اینجا به دست اومد، پس احتمال چی میشه؟ میشه ان ا به ان ای به ان اس که میشه 120 به 2520 که میشه معادل 1/21. و اینجا به پایان درس اول از فصل هفتم رسیدیم. امیدوارم که همیشه در همه مراحل زندگیتون موفق باشید و همیشه لبخند و لبان شما جاری و ساری باشه، که بهترین انتقامی که میتونیم از سرنوشت بگیریم اینه که همیشه لبخند بزنیم. تا ایام و آنات دیگر شما را به خدایم میسپارم. خدا حافظت.